بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه امروز همزمان با زمان اقامه نماز طبق گفته های شاهدان عینی، فردی ناشناس از در به خیابون 9 دی حرم مطهر حضرت شاه چراغ وارد حرم مطهر میشه و ابتداعا یکی از خدام رو که جلو در ایستاده بودن به ضرب گلوله از پای در میاره و چند قدمی که میاد جلوتر اینجوریه که سلاح ایشون که یک سلاح کلاشینکوف بوده گیر میکنه. برخی از خدام و نیروهای انتظامات که در حرم بوده در صحنه بودن میدون به سمت ایشون که ایشون رو بخوان تو همین لحظه گرفتار کنن و بتونن دستگیر کنن، اما متاسفانه سلاح دوباره از حالت قفل شدن خارج میشه و تیراندازی میکنن به سمت کسانی که به سمت شود داشتن میدویدن به سمتشون. در همین حالت ایشون حمله میکنن، میرن به سمت اون محلی که یعنی مصلای محل برگزاری نماز جماعت که خادم اونجا باهوشی میکنه و در رو میبنده و چند تا تیر به سمت درب شلیک میکنه و از اون سمت وارد صحن مطهر میشه و اونجا متاسفانه همه زائرینی که اونجا بودن رو مورد جراحت و شلیک گلوله قرار میده. موضوع که این وسط از اینه که خب روایت‌های مختلفی در الان وجود داره از تعداد آمار شهدا یا جانبازان اما مجروحی که اتفاق افتاده، اما در حال حاضر آخرین آماری که در دست بنده هست و تونستم به دست بیارم 14 تا شهید رو تایید کردند و تعداد مجروحین هنوز مشخص نیست. البته همکاران ما به محل بیمارستان رفتن که بتونن آخرین وضعیت رو از متولیان امر به دست بیارن و انشالله کار به یک نتیجه برسه و بتونن به مردم اطلاع رسانی دقیق رو داشته باشن. روایت های مختلفی وجود داشته از تعداد ضاربین یا تعدادی که بودن، اما اون چیزی که الان مشخص هست ظاهرا و شاهدان عینی اعلام میکنن یک نفر بوده و جای برخی از گلوله ها هم روی برخی از درها بوده و هنوز هم هست که دارن. البته اطلاع تکمیلی رو به زودی انشالله اطلاع رسانی خواهد شد و به سمع نظر مردم عزیز خواهد رسید.